منظره یه شگفت انگیزیه. واقعا خیلی قشنگه، فوق‌العاده است. از چیزی ترسیدی؟ وقتی تو دستمو میگیری نمیترسم. راستش فقط اولین بار از خشکی انقدر دور میشم، عادت ندارم، یکم حالم بد شده، معذرت میخوام. دریا زده شدی اما برطرف میشه. یوسفم وقتی میاد دریا حالت تهوع میگیره، منم اونطوری شدم. کی برمیگردی؟ تو که داری پا پس میکشی. مگه اولین باری هم که با من آشنا شدی موج و دله نکردی؟ مگه از هر طور سختی نگذشتی؟ از اینجا هم با هم میگذریم سهر. چشمتو ببند. الان اینجا کنار من جات کاملا امنه. ازت میخوام همیشه کنارم باشی. همراه با من نفس بکش. تکون خوردن موجا رو حس کن، اما مخالفت نکن، مقاومت نکن. حرفایی که تو اون ویدیو به من گفتی رو یادته؟ طوفان تموم شده، الان مثل اون دریای خروشان قلبامون به آرامش رسیده. آره، داستان ما اینطوری شروع شد و اون کشتی دیگه تنها نیست. تو با موجای خروشان دریا مبارزه کردی، اونا رو به زانو در آوردی، حالا هم داری بالا سرشون میرخصی. چشاتو باز کن. میبینی؟ دریا حاضر همراه با تو جاری بشه، دقیقا همونطوری که من و تو با هم نفس میکشیم. وقتی تو آغوش گرمت و کنار تو هستم همه چیز خیلی قشنگه. همه واحدها به گوش باشید. ما به محل نزدیک شدیم. جای فرد مشکوک تثبیت شده و داریم میرسیم. همه برن سر جاهاشون. سرهنگ ولکان، مثل این که چیزی پیدا نکردی. نه، اونجا همه چی رو به راهه، اکیپا دارن میگردن. من اومدم ببینم کارای اینجا رو به راهه یا نه. نگران نباش، کارا قبل از اومدن تو هم رو به راه بود. با اومدن تو هم چیزی تغییر نمی کنه. بیا به کارمون برسیم.
چرا اونطوری نگاه میکنی؟ دارم به کاپیتان زندگیم نگاه میکنم. اگه تو نبودی تا آخر عمرم جرأت دریا اومدن رو نداشته. این اولین بارمه. قشنگیشم به اینه که تو کنارمی. کشتی مسافربری هم سوار نشدی؟ وقتی مامانم رو از دست دادم، بابام نسبت به من و آبجی محافظه کارتر شده بود، با ترس این که ممکنه دختراش از دست بده زندگی میکرد. برای همین ما لای پرقو بزرگ شدیم. اگه کاری لازم بود اون انجام میداد و همیشه پیگیر کارامون بود. زیه بود به زندگی نگاه کردم، به دریام از خشکی نگاه کردم. هیچ وقت نتونستم جرأت کنم، اما بعد از آشنا شدن با تو خودمو دقیقا وسط زندگی پیدا کردم. من با تو بزرگ شدم. اولش با دعوا کردم، بعدش با دوست داشتن، با اعتماد کردن. من اینطوری از خشکی دور شدم کاپیتان. حتی اگه دیرم اومده باشی تو ذاتن دریا نفردی. دویگو، میخوای بیرون منتظر بمونیم؟ نه لازم نیست. ببینم خسته شدی؟ نه خیر، کارمون زیاد طول نمیکشه. بالاخره امروز دخترا رو پیدا میکنیم. امروز لقب سایه رو ازش میگیری. به نظر من الکی منتظری. دختر باهوشه، هممون اینو میدونیم. وقتی میدونه دنبالشیم اینجاها مخفی نمیشه. تو عبد که نمیتونه فرار کنه. امروز نشد فردا، البته که مجازات میشه. به خاطر یه مدرک ناچیز الکی خودمونو علاف کردی. فکر کنم داریم الکی زمانو از دست میدی. حالا که کاپشنش شده مدرک اصلیمون، میرفتیم سراغ کسایی که بهشون فروخته شده بود. در موردش تحقیق کردم. الان تو این شهر 2000 نفر هستن که از اون کاپشن تارن. تجربه میکردیم خیلی طول میکشید. این اواخر تصمیم های اشتباه میگیری سرهنگ دویکو. این یعنی چی؟ ها؟ یعنی چی؟ ببینم منظورت چیه؟ ها؟ منظورت رابطه ماست؟ دویکو اشتباه کرده؟ داری به ما حسودی میکنی ها؟ من هیچ منظوری نداشتم. به خودت بیا. ولکان چی کار میکنی؟ به خودت بیا. ما وسط ماموریتیم، فهمیدی؟ برو برو، تا آروم نشدی بر نگرد. ولکان دارم میگم، برو برو دیگه. ولکان معذرت میخوام. من منظورم اون نبود، اما حق داشت به خودش بگیره. این اواخر واقعا تصمیمای اشتباه میگیری.
همیشه رابطت با دریا اینقدر خوب بودی؟ به سختی با هم به توافق رسیدیم. خشم درونم اینقدر بزرگ بود که فکر میکردم همه چیو خراب میکنه و هیچ قدرتی نمیتونه جلوش وایسه. برای همین باهاش دعوا میکردم. روزی که کشتی خریدم تنهایی رفتم به دریا. با اینکه میدونستم طوفان میشه وای نستادم، رفتم جلو، چون طوفان درونم خیلی بزرگتر بود. مقاومت کردم، با موجا دعوا کردم، اما اونی که مقابلم بود خیلی بزرگ بود. مجبور بودم تسلیم بشم. اون موقع فهمیدم دریا مثل تقدیره. مقاومت کردن هیچ سودی نداره. تسلیم شدن و اولین بار از دریا یاد گرفتم. من قبل از اینکه تسلیم عشق بشم تسلیم دریا شدم. عشق به دریام برای همینه. آدم باید خودشو به عشق بسپاره. فقط عشق تو بود که میتونستم تسلیمش بشم. به اندازه دریا قوی، دیوونه، آسی، عشق حرف حالیش نمیشه. یامان، چی کار میکنی؟ نمیخوام هیچ کدوم از این لحظه ها رو فراموش کنم. خب همیشه میخوام تو این لحظه ها بمونم. هر چیزی که با هم تجربه کردی، همه چی برای من متفاوته. میخوام از این روز با هم دیگه یه خاطره خوب داشته باشیم. ساندویچه‌ای که قراره بخوری من فراموش نکنی باشه سحر، چون تو هوای آزاد طعمش خیلی بهتره، مزه‌اش تو دهنت میمونه. یالا بیا با هم دیگه از این منظره لذت ببریم.
کوچیک، دقیقاً وقتش بود. راستش خیلی گشنم شده بود. پس نوش جونه، تو آشپزخونه دارن کیک میپزن، آماده شد برات میارم. باشه، یه تیکه بزرگشو برام بیار. باشه، اونش با من. شما چیزی نیاز نداری؟ تا اینجا خوب پیش رفتم، ولی این سوالو اصلا سردر نمیارم. بذارید ببینم. شما همه سوالای مشابه رو حل کردین. فکر کنم این سوالو با دقت نخوندین. چی نوشته؟ الان فهمیدم، پیداش کردم. سوالی نیست که شما نتونید حلش کنید. اگه دوباره مشکلی داشتید صدام کنید، من زود میام. خالم و عموم قرار بود زود برگردن، اما هنوز نیومدن. نکنه با همن؟ آره با همن. چند دقیقه پیش با عمو حرف زدم. خب منم میخوام باهاش حرف بزنم. تماس تصویری بگیریم؟ باشه. بیا عزیزم. چطوری آتیش پاره؟ شما کجایی؟ نکنه منو فراموش کردی؟ این چه حرفیه خاله جون؟ مگه میشه تو رو فراموش کنیم عزیزم؟ مگه نه؟ اصلا مگه میشه فراموشت کنیم آتیش باره ها؟ نه، من با هاتون شوخی کردم، نگران شدم برای همین زنگ زدم. یه لحظه بایسته ببینم الان شما تو کشتی هستی؟ آره آتیش باره، امروز اومدیم که یه بار این کشتی رو تست کنیم، دفعه بعد با هم دیگه میایم. باشه آتیش باره؟ تونستم بیام، تکالیفم زیادی. عمو جون دفعه بعد من کشتی رو میرونم، تکالیفم هم زود انجام میدم. باشه قبول عزیزم. ببین، گفتی با غذا نمیشه ولی با ساندویچ هم نمیشه، هرچند همه با نظرت موافقن. پس بهتره همین ساندویچ ها رو ببریم. من خیلی خوشم نیومد ولی اگه همه راضی باشن اشکالی نداره. بوی کیک همه جا پخش شده، عالیه واقعا، دست درد نکنه آبجی. نوش جون همگیتون عزیزم. اینام تموم شدن، خب بهتره الان براشون چایی ببریم. من واسه آقا زیا میبرم، اون الان تو حیاته. باشه، واسه آقا زیا دوتا بسه. اگه کافی نبود بازم میبرم. آقازیا، براتون ساندویچ آوردم، میذارمش رو میز. نوش جونتون. تو هم بیا با هم بخوریم، تو این هوا خیلی میچسبه. با هم دیگه میشینیم و میخوریم. ولی ساندویچ من داخله. اینجا دوتا ساندویچ داریم، خب یکیش مال تو. یالا بشین دیگه، بشین. بیا بگیر ببینم. اوه ساندویچ، من عاشق ساندویچم. منم دوست دارم ولی ذرتو بیشتر دوست دارم. خیلی طعم خوبی داره. منم، خب منم همینطور. تو هم عاشق دونای ذرتی، درست نمیگم؟ سلام عمو، سلام آبجی چیچک. گفتم یکم استراحت
حواست بین درس خوندن خیلی خوبه. خوش اومدی یوسفم. معلمتون درست گفته. هوای آزاد فکر رو باز میکنه. نه؟ نکنه تو با آبجی چیچک دوست شدی عمو سیو. آره یوسف، من و آبجی چیچک واسه هم دوستای خوبی هستیم. آخه تو با گلا خوب کنار میای عمو جون. آبجی چیچک هم گله دیگه. خب شاید برای همین دوستای خوبی شدیم. ساندویچ خیلی خوشمزه شده، خیلی ممنون. نوش جونت. نوش جونت یوسفم. ببینم سردته؟ نمیدونم، اصلا هیچی نمیدونم. من میدونم سردته. نه نه، من سردم نیست. از حرفم عصبانی شدی؟ حق داری، بالاخره ولکان دوست پسرته. برای خودت آدم درستی رو انتخاب کردی. من اصلا نباید نظر بدم. این موضوع رو ببندی لطفا. میرم واسه خوردن یه چیزی بیارم. راستش یه دریایی بود که شاهد عشق ما بود، الان دریام شاهد عشقمونه، مگه نه؟ همونطوری که نوشته بودم. شب درازه، خدا میدونه دیگه باید شاهد چی باشیم. تو الان پیشمی، ما دیگه با همیم. میگم خیلی تون نمیری؟ نه، ما دیگه زن و شوهریم. نه، اشتباه برداشت کردی. خوب، منظور من کشتی بود. انگار یکم سری میره. میگم، ما الان کجایی؟ بریم به لوکیشن نگاه کنیم، بیا. نکنه خراب شدی، گم شدیم. خب الان وسط دریا چیکار کنیم؟ من تو اون چشمای زمردیت گم شدم. چشمات انقدر قشنگی که دارن هوش رو از سرم میبرن. اما اگه چیزی بشه چی؟ چطوره با بیسیم خبر بدیم؟ تو فیلم‌ها این کارو میکنن. اصلا نیازی نیست، تو فیلم‌ها چون راهنمایی ندارن اونا این کارو میکنن. تو بودی که اینا رو بهم یاد دادی. چرا تعجب میکنی؟ نگران نباش، تا
تا وقتی که تو پیش منی هیچ وقت گم نمیشی. خب حق با توی راستش خیلی وقتا تو زندگی وقتی تو تاریکی و ناامیدی گیر کردم تو حتما یه راهی پیدا کردی، تو همیشه نجاتم دادی. من خیلی بهت اعتماد دارم، از بودن با تو خیلی خوشحالم. منم همینطور. بگیرش. ممنون، من نمیخورم، گرسنه نیستم. باید بخوری، اگه نمیخوای تو ماموریت انرژیت کم بشه پس باید بخوری. من خب یادم رفت برات دوغ بیارم. امروز من و آیتن رفته بودیم بازار، اونم داشت سوار اتوبوس میشد. دویگو دخترم خیلی خوشگل بود، شنیدی انقدر خوشگل شده بود که نگو اصلا عوض نشده بود. یادت موهاش هم فرفری بود، یه لباس سفید داشت مثل اونو پوشیده بود. من رفتم دنبالش، بهش نرسیدم، ولی شماره پلاک ماشینو گرفتم. من هر جوری شده باید اتوبوسو پیدا کنم، همین الان باید پیداش کنی. حتما با یکی دیگه اشتباه گرفتی، اون نیست مامان. نه چی داری میگی دختر، من اشتباه نکردم، خودش بود. تو اونو با یکی اشتباه گرفتی مامان. آخه اون چرا باید موهاش مثل قبل باشه؟ شاید عوض شده باشه، شاید یه آدم دیگه شده باشه. اشتباه نکردم، مطمئنم. آخه تو چه جور دختری هستی؟ چرا به جای بحث کردم با من نمیری دنبالش بگردی؟ دویگو مامان نگران نباش، قول میدم که پیداش کنم، جدی میگم پیداش میکنم. باشه، همش همون حرفو میزنی، همش همون حرفو میزنی، خسته شدم دیگه، بسه. منو ببین، فراموش کن، یاسمین فقط به خاطر تو گم شد. راست میگی مامان، یاسمین به خاطر من گم شد. هر چیزی که سرش اومد، روزای بدی رو که تجربه میکنی همش تقصیر منه، میدونه. ببینم چیزی شده. همه چی رو به راهه. خاله سمیرا بود داره؟ بازم در مورد یاسمین چیزی گفت؟ جناب سرهنگ بسه، بسه، کافیه، دیگه نپرس. تنها چیزی که الان میخوام نفس کشیدنه، میخوام نفس بکشم. باشه خوبه، عذر میخوام، به خاطر عادت قدیمیمه. طبیعی نیست، اصلا طبیعی نیست. یعنی ممکنه؟ دارم میگم شاید شبیهش بوده. آخه چرا باید موهاش اونجوری باشه؟ شاید عوض شده مامان، شاید الان یه آدم دیگه شده. مامان نگران نباش، بهت قول میدم که یاسمین رو پیدا میکنم، قول میدم مامان. حق داری، به خاطر من یاسمین گم شده. مسئول بلاهایی که سرت اومده منم، مسئول همش منم، میدونم مامان.
چرا داری همه جا منو تعقیب میکنی؟ بار آخرت باشه دنبالم میای باشه؟ این عصبانی شدن طبیعی نیست، دیگه دارم بهت شک میکنم. به چی شک داری؟ تو داری در مورد چی حرف میزنی؟ در مورد اینکه یه چیزی رو ازم قایم میکنی، انکار میکنی، ولی من دیگه مطمئنم. نکنه این ماجرا به یاسمین مربوطه؟ نکنه تو سرنخی پیدا کردی؟ علی، من آدم برای مراقبت از عزیزانش هر کاری میکنه. وقتی تازه اومده بودم خیلی میخواستم فرهادو دستگیر کنم، شک کردم که مدارکو دستکاری میکنه، ولی تو بودی که نذاشتی من این کارو بکنم. برای گفتن این یکم زود نیست جناب سرهم؟ این که اونا فقط به خاطر یک کاپشن یه دختر رو متهم کردن درسته؟ این که تا حالا دستگیر نشده و هیچ ردی هم از خودش جا نذاشته اصلا آسون نیست، کار هر کسی هم نیست. اگه تو محیط دیگه ای بود، مثلا تو یه خانواده خوب، یعنی الان زندگیش چجوری بود؟ شک ندارم که آینده خوبی داشت. البته جناب سرهنگ تویکو، اون دختر سایه، همون یاسمینه نه؟ همه چی اونقدر قشنگه که انگار همه اینا یه رویاست. در حقیقت من و تو همیشه خواستیم که اینجا کنار هم دیگه باشیم، مگه نه؟ من تو ساحل دریا بودم و تو درست وسط دریا. وقتی من تو ساحل امواج رو تماشا می‌کردم، تو داشته با اون امواج مبارزه میکردی. همو دیدیم و الان تو یه کشتیم و هر دومون تو یه مسیر. این که تو آخرین روز زندگیم با تو تو یه مسیر حرکت میکنم، دونستن این که همیشه کنارمی من خوشحالترین فرد دنیا میکنه. تو سردت شده؟ تو همیشه به هم نزدیک باش، اینطوری من گرم میشم. ولی بازم یه چیزی میارم و میدازم رود. وایسا من میارم. نه، خب تو فکر همه چیزو کردی، بذار اینو من انجام بدم. تو هر ثانیه و هر لحظه از زندگیم توی، اینم دقیقا مثل توه. میخواستم ستاره شمالی رو بهت بدم ولی نشد، واسه همین یه شاهد دیگه آوردم، داخلش خاک خونمونه. دیشب همه چی تو این ساعت شنی حبس شد. سحر، صدای چی بود؟
سحر؟ 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 سحر تو چه شده؟ چشماتو باز کن. سحر! چشماتو باز کن. باز کن. به من نگاه کن. به خودت بیا. چشماتو باز کن سحر. سحر چشماتو باز کن. باز کن. این تقصیر منه. تقصیر منه. تقصیر منه. نه. همین الان میبرمت بیمارستان. نگران نباش، من پیشتم، تو خوب میشی. نگران نباش، تقصیر منه. طاقت بیار، طاقت بیار. یالا کمک، کمک. صدامو میشنوین؟ صدامو میشنوین؟ وضعیت خیلی اورژانسیه. خدا لعنتت کنه. یالا 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 سحر، طاقت بیار، طاقت بیار. اتفاقی برات نمیفته. نترس، گوش کن سحر، الان میرسونمت بیمارستان، تو خوب میشی، نگران نباش. طاقت بیار، به خاطر من و یوسف، تو رو خدا طاقت بیار. نمیذارم برات اتفاقی بیفته، اجازه نمیدم.